مسدود کردن جاده توسط جمعی از مردم معترض ارومیه. اعدام یک زندانی در زندان گوهردشته کرج. آمریکا یک لبنانی را به دلیل ارتباط مالی با رژیم ایران تحریم کرد. مردم منطقه پل سوم خرداد ارومیه در اعتراض به نبود پل هوایی عابر پیاده و وقوع تصادف‌های پی در پی جاده را مسدود کردند. رژیم آخوندی صبح امروز یک زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کرد. بنا به گزارش‌های منتشر شده، شکنجه‌گران این زندان چند زندانی را برای اجرای حکم اعدام به محل اجرای حکم منتقل کردند. خبرها حاکی است حداقل یک زندانی به نام مجید عربدی اعدام شد. از سرنوشت بقیه زندانیانی که برای اعدام برده شده بودند خبری در دست نیست. آمریکا فادی حسین سرحان یک سرمایه‌دار لبنانی را به جرم حمایت از حزب الله لبنان و ارتباط مالی با رژیم ایران تحریم کرد. وی مالک چندین ساختمان در بیروت و شهرهای دیگر لبنان است. فادی حسین سرحان بر اساس تحریم‌های مالی آمریکا علیه گروه حزب الله در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رژیم آخوندی اعتراف کرد در طول حاکمیت ارتجاع تا کنون ارزش پول ملی ایران 3500 برابر کاهش داشته است. وی که برای تشریح لایحه حذف 4-0 از پول ملی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع رفته بود گفت برداشتن 4-0 از پول ملی هیچ تأثیری نه در رشد اقتصادی دارد و نه باعث کاهش تورم خواهد شد. تایمز مالی انگلستان خبر داد آمریکا نفتکش‌های چینی حامل نفت ایران را شناسایی می‌کند. این منبع نوشت دولت ترامپ تحرکات نفتکش‌های متعلق به بزرگترین کمپانی نفتی دولت چین را رصد می‌کند، چرا که این کمپانی در حال سرپیچی از تحریم‌های آمریکاست. عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند نفتکش‌های چین از ماه می گذشته حداقل 3 بار نفتکش‌های رژیم ایران را تخلیه کردند. حداقل 4 نفتکش متعلق به بانک کنلون اسامی خود را در 3 ماه گذشته تغییر دادند. وزیر خارجه آمریکا طی مقاله‌ای در USA Today بر ادامه فشار حداکثری بر رژیم ایران تاکید کرد. مایک پومپئو نوشت دولت ترامپ کارزار فشار بی‌سابقه‌ای را علیه سران رژیم ایران به اجرا گذاشته است. هدف از این فشارها محروم ساختن رژیم ایران از پولی است که برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده نیاز دارد. مایک پومپئو تأکید کرد هر گونه توافقی با رژیم ایران باید شامل این موضوعات باشد: برنامه اتمی، برنامه توسعه و تکثیر موشک بالستیک، حمایت از گروه‌های تروریستی و نیروهای نیابتی و رفتار و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی. صبح امروز بر اثر انفجار یک موتور بمب‌گذاری شده در یک منطقه امنیتی شهر کابل 7 تن کشته و 95 تن مجروح شدند. در این انفجار 5 تن از کارمندان مبارزه با مواد مخدر کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. شبه نظامیان طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.